شرایط حادتر از زمان جنگ است. امروز 31 تیرماه همه مردم محله ولفت جمع شدن به خاطر آب، راه بستن. تقریبا همه در رژیم هشدار می‌دهند و اعلام خطر می‌کنند که جامعه در آستانه انفجار است. قیام شدیدتر از پیش شعله خواهد کشید و بایستی کاری کرد. هر باندی هم باند رقیب را متهم می‌کند که هشدارها را جدی نگرفته و از قیام دی ماه تا کنون هیچ اقدامی در جهت اصلاح و تسکین خشم و غضب مردم بر نداشته است و هر روز که می‌گذرد کار سخت‌تر، براندازان و نیروی سرنگونی طلب قوی‌تر و گسترده‌تر و خطر مهیب‌تر می‌شود. البته در این میان اقلیت ناچیزی هم هستند که خطر را از بیخ انکار می‌کنند و می‌گویند چرا این همه خطر می‌کنی؟ خبری نیست و خبری هم نخواهد شد. گزیده از اظهارات مختلف در این زمینه از نظرتان می‌گذرد. محسن هاشمی، پسر رفسنجانی، 28 تیر. امکان بروز بحران‌های اجتماعی گسترده‌تر از دی ماه وجود دارد. با شرایط حادتری از زمان جنگ مواجه شده ایم. از یک سو تداوم رکود چندین ساله که موجب بروز بحران اشتغال و کاهش سطح رفاه عمومی گردیده است، موجب نارضایتی مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه شده است. از سوی دیگر، کشور با تهدیدات و تحریم‌های جدی توسط مثلث ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های عربی مواجه است که احتمالاً در نیمه دوم سال موجب کاهش درآمد ارضی کشور خواهد شد. از سوی دیگر، مسائل مطرح شده در افکار عمومی طی دهه اخیر در مورد مفاسد اقتصادی و راند و سوء استفاده از قدرت توسط برخی مسئولان موجب آسیب دیدن سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی گردیده است که مهمترین نقطه ضعف ما در مقایسه با دهه 60 می باشد. در این شرایط امکان بروز بحران‌های اجتماعی در مقیاسی گسترده‌تر از حوادث دی ماه سال گذشته وجود دارد که مدیریت شهری باید برای مواجه شدن با آن آماده باشد. در این شرایط به نظر می‌رسد مجموعه مدیریت شهری کلان شهرها و مراکز استان به جای برخورد منفعلانه با بحران‌های بالقوه و محتمل پیش رو و قرار گرفتن در فضای امنیتی با ایجاد آمادگی و مطالعه و برنامه ریزی نسبت به شناخت شرایط اقدامات کاهشی و پیشگیرانه را صورت داده و پلانهای مختلفی نیز برای مقابله با بحران آماده کنند. سایت حکومتی مشرق 28 تیر. مدعیان فتح سنگر به سنگر نظام میگویند سیاست را مینگذاری نکنید. پس از اغتشاشات دی ماه 96 برخی از چهره های یک جریان سیاسی خاص فضای تندتری را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تعقیب می کند. اگرچه اغتشاشات دیماه به لحاظ مقیاس یک رخداد کوچک و بی اهمیت بود و مطالبات طرح شده در آن نیز عمدتاً سیاسی و غیر اقتصادی بود، اما چهره‌های اشاره شده تقریبا روزی نیست که از اشاره‌های شداد و غلاظ به این حادثه غافل بمانند و درباره ابعاد آن صحبت نکنند. جالب آن که بیت الغزل تمام گفته‌های این افراد پیرامون اغتشاشات دی ماه 96 نیز یک چیز بیشتر نیست و آن اینکه این اغتشاشات پیش‌لرزه یک اتفاق بزرگ بود و مجدداً تکرار می‌شود. مرتضی مبلغ از باند اصلاح طلب 26 تیر. ما نباید مسئله اعتراضات را ساده سازی کنیم یا تقلیل دهیم. قاعده را رعایت نکردیم که براندازان یک تازی می‌کنند. تقریبا همه نیز گفتند که عوامل برانداز چه در داخل و چه در خارج سوار بر موج اعتراضات مردمی شدند تا از آن به نفع خود سوء استفاده کنند. اعتراضات مدنی شرایط و اقتضائات می‌خواهد. اقدامات پیشینی و پسینی می‌خواهد که به ظاهر تاکنون اقدامی غیر از تعیین مکان‌هایی برای تجمعات کار دیگری نشده است. بنابراین مشکل به عملکردها و ایجاد بسترهای اعتراضات باز می‌گردد که اکنون فراهم نیست و همین مسئله باعث می‌شود مطالبات انباشته شود و بعد به شکل خشونت‌آمیز ظهور پیدا کند. علاوه بر این، کسانی که می‌خواهند اعتراضات را مدیریت کنند چون درک درستی از مسائل ندارند به خشونت دامن می‌زنند. محمد جواد حق‌شناس از باند اصلاح طلب 28 تیر.
هر اتفاقی برای دولت رخ دهد همه در آن شریک هستند. اوضاع اقتصادی زیاد خوب نیست و این نیاز به استدلال ندارد. قطعاً باید برای آن به فکر تغییر بود. آقای روحانی باید بهبود وضعیت اقتصادی را در اولویت کار خود قرار دهد. در موقعیت فعلی هر اتفاقی که برای دولت رخ دهد همه در آن شریک هستند. وضعیت کنونی وضعیتی نیست که ما امروز احساس کنیم که چون اصلاح طلبان حامی دولت بودند فقط آنها متضرر می شوند. ما در موقعیتی نیستیم که دلسوزان کشور بخواهند در فکر تصفیه حساب سیاسی یا نوشتن صورت حساب علیه جریان رقیب باشند. هر کس می تواند کمکی کند باید بیاید. هر کس حرفی برای اصلاح امور دارد باید آن را بیان کند. روزنامه حکومتی اعتماد 27 تیر. یک زمانی فقط حاکمیت به اصلاح طلبان اعتماد نداشت. حالا اما با رونق گرفتن فضاهای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای، اصلاح طلب بودن و امید به تغییرات تدریجی رونق بازارش در میان بدنی جامعه را هم از دست داده است. اصلاح طلبان از دو سو متهمند. اینکه یک برانداز مشتاق فروپاشی از اصلاح طلبی بیزار باشد امری است روشن و بدیهی. از نظر آنها اصلاح طلبان ضربه‌گیر نظامند که اگر نباشند کار براندازان ساده تر راه می افتد. اما فهم مخالفت معتقدین به نظام با اصلاح طلبی در شرایط فعلی کمی دشوار است. اینکه جریانی بخواهد اصلاح طلبان را با براندازان یک کاسه کند و آنها را با یک چوب براند در شرایطی که ایران امروز دارد خیلی غیر قابل فهم است، اما اتفاقی است که می افتد.